آقایان همیهنان گرامی، بینندگان و شنوندگان ارجمند، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. من در روزهای اول نوروز همیهنان گرامی در این مورد صحبت کردم که وقتی که سال به پایان میرسه، حالا میتونه این سال ایرانی باشه یا سال مسیحی باشه یا سال مربوط به یهودیان باشه یا مال زرتشتیان، مال هر کس، البته زرتشتیان که مثل خودمون هم. یه بیلانی دولت‌هایی که مردمشون به اون به اصطلاح سال جدیدشون اعتقاد دارن، یه بیلانی دولت میده در مورد کارهاش و اعلام میکنه که در سالی که کهنه شد و گذشت این اقدامات رو انجام دادیم در مورد سیاست داخلی، در مورد اقتصاد، در مورد وضع کارگران، دانشگاه‌ها، در مورد سیاست خارجی، روابط با کشورهای مختلف. و این بیلان در حقیقت گزارش کار دولتی است که سال کهنه رو پشت سر گذاشته و وارد سال جدید شده. در میهن ما هم، در میهن بلازده ما هم، همیهنان گرامی، از بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی روال کار بر این بوده که مقام معظم روزخانها گزارش کارهای خودشون رو به مردم میدن. در تمام این 32 سال شما اگر همیهنان گرامی با گزارش های رؤسای جمهور ایران و رهبران جمهوری اسلامی که آقای روح الله خمینی و آقای خامنه ای بوده شما گوش میکردید، هیچ نقطه مثبتی در گزارش های اینا وجود نداشته. نه که بخوام همه رو نفی کنم، دلیلشو میگم. ما از ابتدای انقلاب تا به حال یک نقطه مثبت در مورد گزارش قضایی، اینی که دادگاه های جمهوری اسلامی و امر قضا اصولا در میهن ما چه کارهای مفیدی کرده، داد چه کسی رو از بیداد یکی دیگر گرفته، به چشممون نمیاد. و اصولا هم اینها هیچ وقت اشاره‌ای به مسائل مربوط به امور قضایی نکردن، چون میدونن کارنامه سیاهی دارن. در امور اقتصادی یک زمانی بود که دولت سازندگی علی اکبر رفسنجانی خیلی پوز سازندگی میداد که بعداً همون در اواخر عمر ریاست جمهوری علی اکبر رفسنجانی مشخص شد که چه چپاولی صورت گرفته در میهن ما و یه عده چپاولگر به اسم تکنوکرات چگونه دوروبر علی اکبر رفسنجانی همچنان جانی رو گرفته بودن و ایشون دست به کارهای خیلی سطحی ولی خیلی پر تمطراق میزد، خیلی پر صدا، و سعی میکرد که نشون بده که ببینید ما چه اصلاحاتی داریم در این مملکت انجام میدیم. و بعد دولت‌های بعد، به خصوص احمدی نژاد که در این کارها استاده، که هم کارای خودش که اصولا مملکت بر باده هست دیگران رو کنن و خود اینم کارای دیگران رو رو بکنه. و میبینید که اصولا آدمی است که دنبال جمع کردن پرونده بر علیه رقباست. حالا این رقبا میتونه رئیس دزدان باشه در سپاه پاسداران، رؤسای دزد که بگه برادران قاچاقچی، یا مقام معظم روزخان بزرگ باشه که چندین بار به خصوص در پرونده 3500
میلیاردی، یعنی 3.5 میلیارد دلاری، ایشون گفت سر پرونده آقای جهرمی، گفت به جای اینکه بگن از دفتر کجا بهشون زنگ زدن، اومدن گفتن از دفتر ریاست جمهوری. خب شما میدونید، این هر بچه‌ای میدونه، شما که چرس کنه، هر بچه‌ای، معذرت میخوام، هر بچه‌ای میدونه که وقتی که احمدی نژاد میگه که اینها به خاطر اینکه کار پیشرفت داشته باشه، به جای اینکه بگن از دفتر فلان جا به شما زنگ زدن، اسم دفتر ریاست جمهوری رو میبرن، پس باید اون نام اون دفتری که میبردن گردن کلوفتر از دفتر نهاد ریاست جمهوری باشه. و دست روزخان بزرگ رو میکنه. و بعدم در خیلی جاها خیلی واضح و بعضی وقتا هم تو لفافه صحبت میکنه که مقام هایی هستن که از بالا سر دولت تصمیماتی میگیرن و فشارهایی میارن به دستگاه که هرگز مورد موافقت ما نیست. و وقتی هم که نماینده های مجلس یقش رو میگیرن و از در مورد حیف و میل هایی که در دولت صورت گرفته، غیر کارهای غیر قانونی که انجام میده، سوال پیچش میکنن، بلافاصله میگه که دولت مدارک متقنی در دست داره که این مدارک نشون میده که چه کسانی دستشون در این دزدی ها کاملا باز بوده و انجام دادن و با چه کسانی طرف معامله بودن و چه کسانی اینها رو تقویت میکردن و به همین دلیل از قانون ترسی نداشتن. اینا رو احمدی نژاد میگه، همینا و خودشون، روزنامه‌های خودشون، سایت‌های خودشون می‌نویسن که احمدی نژاد در مدتی که آقای محسنی اژه‌ای، اون مردک جانی، از وزارت اطلاعات خلع شد و قرار شد که وزارت اطلاعات خود احمدی نژاد اداره بکنه، ولی بعداً رئیس روزخانه‌ها مخالفت کرد، یه 20-25 روزی وزارت اطلاعات وزیر نداشت و باند احمدی نژاد رفتن تو وزارت اطلاعات و تمام اسناد و مدارک دزدی های از دفتر مقام معظم روزخان بزرگ گرفته تا بقیه وکلا و وزرا و آقای نمیدونم رفسنجانی و بقیه رفقا، اصلاحاتچی ها رو، همه دزدی های اینا رو پرونده شون کشتن بیرون، کپی گرفتن و نگه داشتن. و برای اینه که شما میبینید وقتی که احمدی نژاد سرکشی میکنه، 11 روز با رئیس روزخانها قهر میکنه و شروع میکنه مجلس رو به مسخره و سخره گرفتن، چی که آقایون در نمیاد و همه میگن آقا این بازیه. یعنی مسئله به قدری پیچیده است که خیلی از آدمایی که من در خارج از کشورم میبینم میگن آقا این جریان احمدی نژاد و رهبر اینا بازیه. نه، بازی نیست، بازی نیست. همینان گرامی، در یک حکومت استبدادی، در یک حکومت که یه نفر اون بالا با چماق میشینه، تنها چیزی که میترسونه اون رژیمو اینی که اون حاله مقدس و تقدسی که دور خودش کشیده اینها به کنار بره و دریده بشه و آبروی اون طرف، آبروی نداشتش بیشتر بره. احمدی نژاد از رفسنجانی یاد گرفت، مدارک کافی رو فرستاده بیرون و مرتب تهدید میکنه اینا رو. برای اینه که میبینید الان با وجود که 1 سال به پایان ریاست جمهوریش باقی نمونده، چنون هارت و پورت میکنه که شما خیال میکنید برای همه عمر در سر اینجا خواهد نشست. حالا کارنامه جمهوری اسلامی از ابتدا تا به حال در هیچ زمینه یک کارنامه قابل قبول حداقل برای مردم ما نبوده، چون گزارش شما به مردم میدید دیگه، گزارش که برای خارجی ها نمیدید، که برای اونا فرق نمیکنه که در کشورهای خارجی بگن اقتصاد ایران چگونه است، اونا میگن آقا اینا استکبار جهانی هست، صهیونیسمن، اینا دارن کارا رو وارونه جلوه میدن. و یکی دو بارم که دیدید صندوق بین المللی پول آمده کارهای احمدی نژاد و دولت جمهوری اسلامی رو تایید کرده. صندوق بین المللی پول 2 سال پیش نوشت در ایران توانستن تورم رو مهار بکنن و وضع اقتصادی ایران، شکوفایی اقتصادی
حدود 7-8% این صندوق بین المللی پول میگه، در حالی که معلوم شد همه اینا دروغه. و کسانی مثل نادران، مثل توکلی، مصباح نمیدونم مقدم، مصباحی مقدم، اینا تو مجلس همین آخوندی، همین طبیله مجلس رفتن این مدارک رو رو کردن که تمام این آمارایی که بانک ملی و اداره آمار و دولت میداده آمارای غلط بوده. حالا من خدمتون گفتم همیهنانی گرامی، سیاه‌ترین کارنامه جمهوری اسلامی در زمان احمدی نژاده، سیاه‌ترین، نه که اونا سیاه نیستن، سیاه‌ترینش. من بارها میگم خدا رو شکر احمدی نژاد آمد، چون اگر دوباره یه آدمی مثل خاتمی یا رفسنجانی یا کروبی یا موسوی آمده بودن، باز دوباره مالکشی و رنگ کردن جمهوری اسلامی برای اینکه خوب جلوش بدن. 16 سال آزگار وقت مردم ما زیر شدیدترین دیکتاتوری ها و ستم ها گذشت، آقای رفسنجانی و آقای خاتمی آمدن مردم رو رنگ کردن و رژیم هم رنگ کردن و نذاشتن مردم واقعیت این جند رو ببینن چی بوده. مردم میدونستن ولی نه به این اندازه. این احمدی نژاد بود همیهنانی گرامی که همه پرده های کثافت این رژیم رو به کنار زد و ما رو واقعا با فجایعی آشنا کرد که هرگز تصورش رو نمی کردیم. هیچ وقت هیچ ایرانی فکر نمی کرد، تصور این رو نمی کرد که بزرگترین حیف و میل در تاریخ بانکداری جهان، نه بانک ایران، بانک بزرگترین حقه بازی در کارهای بانکی، نمیتونم لغت نمیتونم براش گیر بیارم، در ایران انجام گرفت. 3.5 میلیارد دلار پول از بانک ها گرفتن خوردن، یه دادگاه تشکیل دادن، هنوز کسی نفهمیده بالاخره مسئولینی که به اینا پول دادن، حالا اون آدم ها دزد بودن، رفتن توی بانک ها پول قرض کردن. اما بحث بر سر اینه که کسانی که 3.5 میلیارد دلار به اینا وام دادن در برابر چه اسنادی، چه وثیقه هایی و چه سرمایه این میلیارد ها رو در اختیار اینا گذاشتن. درست اون جریان 120 یا 150 میلیارد تومان بود که برادر آقای رفیق دوست، من بارها اینو گفتم بازم اشاره میکنم، آمد و با کمک دوستان دیگرش همه اینا رو پولا رو کشتن بالا. بعد این فاضل خداداد، یه جوانی که اینجا با اینا آشنایی داشت و یه مقداری هم توی قراردادها بود، اینا صداش کردن تهران، گفتن آقا تو بیا یه سوت تفاهم کوچیکه، که من دلم میخواد یه روزی در این مورد با آقای حسین خداداد، حداقل چون ایشون برادرش دید کاملا آشنایی داره، یا بیارمش در این برنامه یا تلفنی باشون صحبت بکنم. یا دیدید همکاران من هم این کارا رو کردن با آقای خدادار و واقعیت رو بیشتر و بیشتر متوجه بشم. هیچ، آمدن یه دادگاه قلابی درست کردن، این جوان از اینجا خواستنش تهران که تو بیا یه چیزی رو امضا کن آقا، یه سوء تفاهم کوچیکه، اینو گرفتن اعدامش کردن، بعد اون اصل کاریا رو ول کرد. الان هم این دادگاه همینطوره، این اره‌های دو سره دیدین، این میکشه این میکشه، این بازی شده توی جمهوری اسلامی، هی این دادگاه رو طول میدن و اسما رو این قین دال زال نمیدونم وره اینا رو میذارن، اون پشت هم معامله میکنن، دارن این معاملات دیگه ای انجام میدن و این وسط یه دم بشل مصالح هستن. یکی از بیننده ها برای من از ایران نوشته بود آقای فرجی من 10 میلیون وام میخواستم که خونم رو تعمیر کنم، قباله خونم رو برده بودم، چندین وثیقه بردم بالاخره ندادن به من، گفتم وثیقهات کافی نیست. و ایشون میگه من تعجب میکنم 3.5 میلیارد دلار ورداشتن به کسایی وام دادن که به تایید روزنامه ها و سایت های خودشون چندین با چکشون تو همون بانک ها برگشته بوده، تو همون بانک هایی که به ایشون پول دادن
این رقمای سرسام آور چه که این آقای اونجا برگشته بوده. این که دستگاه عدالتشونه دیگه. همین الان دیگه آقای سلطانی رو دلم میخواد این چیزا رو از روی اینا براتون بگم. همین الان گرامی آقای سلطانی وکیل دادگستری رو به جرم این که در نورنبرگ بهش یه جایزه دادن به عنوان کار کفرآمیز کشیدنش تو نگرفته، اون جایزه رو هم نگرفته. پیشنهاد داده بودن که شما بیاین در اینجا این جایزه رو بهتون بدیم، یعنی بعد میگرفت جایزه رو، از مزایای اون جایزه هم استفاده می‌کرد. نرفت بگیره، نذاشتن بره، بردنش زندان. به همین جرم ایشونو در دادگاه به 8 سال 4 اجازه بدید درست همه رو میخوام از عینن براتون از روی نوشته بخونم. و اونی که آقای عبدالفتاح سلطانی به تحصیل مال نامشروع این کارش تعبیر شده و صدور حکم تبعید برای این متهمان از سوی دادگاه انقلاب در این سال شتاب بیشتری پیدا کرد. بعد میگن که در همین دادگاه ها خانواده زندانیان، شما اومدن عزیزتو، بچه‌تو، شوهرتو، برادرتو دستگیر کردن، بردن شکنجه دادن، شما میری ملاقاتش ببینی که از یه آدمی که فرض کنید 70 کیلو بوده، یه آدمی اومده جلوی شما شده 40 کیلو، 45 کیلو، افتان خیزان، پاهاش صدمه دیده، صورتش مجروحه، دستش شکسته، دندوناش چند تاش ریخته. شما این وضعیت رو میبینید، از زندان میایین بیرون، بعد میرید مصاحبه میکنید. اینا رو گرفتن خانواده ها رو به جرم این که شما مصاحبه کردید، هر کدومشون رو 2 سال، 2 سال و نیم، 4 سال زندان کرد. گریه داره واقعا. نمیدونم چیکار کنم، بی خود میخندم. نمیدونم چی باید گفت در برابر این همه سبعیت و ددمنشی همینان گرام. ده ها حدود 140 هم میهن باهایی ما رو، آمارایی که خود دولت داده، در زندان های جمهوری اسلامی، به زندان های اینا محکوم شدن که حیرت آوره. حبس ابد، 15 سال، 20 سال، 25 سال. اصلا آدم فکر میکنه آخه چرا یه آدمی مثل عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری که جرمش دفاع از زندانیان سیاسی بوده باید 12 سال از عمرش رو در برازجان در نزدیکی بوشهر بگذرونه، همون جایی که آقای مهدی خزعلی از حزب اللهی های که حالا تازه پی برده اینا چقدر جیانی هن، چقدر ددمنشن، او رو اونجا به جرم گفتن این حرفا 14 سال زندان محکومش کرد. که رفت اعتصاب قضا کرد، دیدن داره میمیره، خب بالاخره هرچی باشه فرزند آیت الله العظما آقای خزعلیه دیگه، حالا چند روز پیش آزادش کرد. کارگرانو نمونه میخوان چی بگم براتون؟ همینان گرام، هزاران کارگر، کارگرای شریف میهن ما، هزاران یا بیکارن یا کارخونجاتشون در شرف تعطیله و یا چندین ماه پول طلب دارن. بدترین فشارها رو دارن سر زنان میهن ما میارن. حیرت آور. همینان گرام، نسرین ستوده رو دیدین؟ عکسشو موقعی که داره بعد از ماها بهش اجازه دادن که بیاد شوهرشو ببینه، با دستبند آمده، دستبندشو انداخته پشت گردن شوهرش و داره عاشقانه شوهرشو میبوسه. بچه 12 ساله او رو به جرم بدحجابی گفتن اجازه نداری مادرتو ببینی. عدل اسلامی رو میبینید همینان گرام؟ آدم کیف میکنه، کیف میکنه. یه آدمی هستش که
قبلا با جمهوری اسلامی همکاری میکرد در وزارت دادگستری، در همین قوه قضاییه. این آدم آمده بیرون، الان با دوستان دیگه، به وسیله من با دوستان دیگه هم آشنا شد. راجع به بی‌عدالتی های اینها دلم میخواست این آدم نمیتونه بیاد الان به عنوان یک پناهنده بسیار تحت نظر در خارجه، جاشم مرتب عوض میکنه و این اسنادی رو داره فاش میکنه که وسیله دوست من، چون من واقعا فرصت این کار نداشتم و چندین نفر از دوستان معرفی کردم که این باشون ارتباط داره، از جمله دکتر نقره‌کار، که نقره‌کار داره مرتباً اینا رو طبقه بندی میکنه، درست میکنه و در گزارشاتش مینویسه و در برنامه های خود من که روزهای پنجشنبه است به بسیاری از اینا اشاره میکنه. خیلی اومدن به من گفتن آقا این کارو نکنید، این در مردم ترس به وجود میاره، این همه جنایت و ددمنشی. ولی همین الان گرامی، ما نمیتونیم سکوت کنیم به جرم اینی که به این اسم که اگه این حرفا رو بزنیم مردم از مبارزه دلسرد میشن. نه، هزاران همیهن ما در زندانهای جمهوری اسلامی میدونن سرنوشتشون چی بوده و مبارزه میکنن. شما خیال میکنید خانم نسرین ستوده یا عبدالفتاح سلطانی یا زرافشان یا نمیدونم صدها نفر دیگه، صدها میهن پرست دیگه، نمیدونستن سرنوشتشون زندانها چیه؟ میدونستن و با علم به این که میدونستن در این زندانهای رژیم جمهوری اسلامی چه کثافتی هست و چه جنایت هایی انجام میشه، با وجود این رفتن مبارزه کردن، دستگیر شدن، ولی حتی اونجا هم خودشون نشکستن. این داغو به دل این بازجوهای اینا گذاشتن که به اینا التماس بکنن ولی نکردن. خیلی هستن، کسی که از جانش میگذره، از جانش میگذره. من یه موقعی بود افسران نظامی حزب توده رو دستگیر کرده بودن، من هم همون موقع لشکر دوی زرهی بودم، 16 سالم بود، دستگیر شده بود بعد از کودتای 28 مرداد. اینا می آمدن، حالا شما میتونید بهشون ایراد داشته باشید، می آمدن سرودخانان جلوی صف وای میستادن، اعدام میشدن. اعتقاد داشتن به کارشون. برادر همین دکتر مصطفی دانش، احمد دانش، گفتم براتون فقط کافی بود مینوشت که آقا من به این چیزایی که شما میگین اعتقاد دارم، من ضد خدا نیستم، آزادش میکردن، نکرد. ولی آقای کیانوری اومد گفت بله ما جاسوس بودیم، ما خیانت کردیم، ما برای کاگبه کار میکردیم. فرق بین آدم ها ایناست، با 77-78 سال سن میاد میشکنه جلو دوربین، ولی کسانی که راه او رو قبلا به عنوان رهبر او رهبرشون بود، میومدن سینه هاشون رو سپر میکردن و سرودخانان با افتخار کشته میشدن. حالا شما میتونید باشون مخالف باشید یا موافق باشید، اینه همین الان گرفت. آدمایی که مبارزه میکنن سرنوشت محتومشون رو میدونن چیه و با علم به این مبارزه میکنن. اینی که نگیم آقا تو زندان ها چه خبره، مردم میترسن، عقیده من خیلی اصلا حرف خیلی کوچیکیه، توهین به مردم ماست. میدونن اونا چه خبره، اون کسانی که در تظاهرات میرن، اون بچه جوونی که میره اون بالا و فریاد میکشه که مرگ بر دیکتاتور، میدونه اگه بگیرنش میکشنش، ولی میکنه این کارو. و این خونسردی که من در این طرف میبینم برای من حیرت آوره. خیلی چیزا بوده امشب بهتون بگم. آقای عابدزاده دروازه‌بان معروف ایران که تو دو دوره ایران رو به المپیک برد، به جام جهانی برد، ببخشید، تو این مسابقات پاش میشکنه، میبرنش پیش یه دکتری، ایشون بد عمل میکنه پای اینو، در نتیجه پای راستش کوتاه‌تر از پای چپش میشه. 19 سال پیش میاد میره آلمان برای معالجه، پزشکای ورزشی آلمان میگن اگر این دکتر تو آلمان بود حداقل کارش این بود که چندین سال 20 سال بعد زندان بود. چطور این بدبختی؟ قهرمان ملی اومده بره پسرشو ببینه، همین هفته گذشته تو فرودگاه جلوشو گرفتن، گفتن شما هم ممنوع خروج هستی، هم 56 ضربه شلاق باید بخوری، چون دکتر شکایت کرده از تو، گفته تو بهش توهین کردی.
بعد قیابن هم حکم صادر کردن. میگه آقا عابدزاده رو همه ایران میشناختن، مغازه من کجا بود. نوشتن صاحب این حکم پیدا نشد آدرسش، و قیابی بردن تو دادگاه منو محکوم کردن به شلاق و زندان. آخه شما تو رو به خدا فکر کنی چه خبر اومد بگم. یه مردکی هست به اسمش سلحشور، یه جوانی بلفطره، مصاحبه کرده ببینی چی گفته. فرج الله سلحشور کارگردان اصولگرای سینما ایران گفته است که در سینمای ایران هزاران زن و دختر بی‌سیرت وجود دارد که بی‌سیرت هم میشود. تو رو به خدا ببینید چیا اومدن توی مملکت ما. او همچنین سینما را تهدید بزرگی برای میلیون ها دختر در ایران توصیف کرد. اظهارات سلحشور در خصوص زنان در سینمای ایران بارها خشم سینماگران را برانگیخته. او یک بار در سخنانی گفته بود سینمای ایران فاحشه خانه است. چی این حرفا رو میزنه امیانان گرامی؟ کسانی که اصلا اخلاق نمیدونن یعنی چی. به دخترای ما تو زندانها تجاوز میکنن، به پسرای ما هم همچنین. بچهای دانشجو رو میبرن تو زندانهایی که جانیان و قاتلین توشونن، برای اینکه اینا را وادار بکنن بشکنن. بعد این دلغه که مثل مسعود دهنمکی، مثل اون خورجست شنم شورجست که یا اسمه اینطوری داره، یکی دیگه شون یه فیلم درست کرده گشت نمیدونم ارشاد و اینا، بعد ریختن و تظاهرات این حزب اللهی ها که آقا این فیلم ها رو بعد از رو اکران برداری. ببینی چی میگه. میگه که سهیلی همون کسی که این فیلم رو ساخته، در ادامه چون خیلی صحبتش کرده حالا میخوام خلاصش کنم، در مورد سابقه خود در انقلاب، جریانات انقلاب، به سایت سینما میگوید که قبلا هم در فیلم جنگی مردی شبیه باران شبیه به همین اتفاق افتاد، یه ده آمدن تظاهرات کردن و فلان اینا، که من این فیلم همون نشون ندم. میگه این باندبازیه، اینا میخوان ایام عید من فیلم همون نشون ندم، بلکه باند اونا نشون بدم. املکت رو ببینید، ببینید چی میگه. خب حالا گذر تاریخ ثابت کرده که اون زمان کار من درست بوده. حالا کار ندارم. با دوستانی که همه چیز رو از دریچه نگاه بسته و فکر کوچک و دهن حقیرشان میبینند، همان موقع بهشان گفته بودم که بنشینید سر جایتان، حرف گنده تر از دهانتان نزنید. سینما رو ببینید. اگر شما اعضای حزب الله انصار حزب الله هستید، من خود انصار هستم. با من نمیتونید از این کارا بکنید. آن زمانی که شما موتور سوار میشدید و با چماق در خیابانهای تهران پرسه میزدید، اینجا رو گوش کنید، و به این و آن پیله میکردید، من در خط مقدم فرمانده گردانی بودم که 400 نفر از نیروهای مخلص بسیجی زیر دستم بودن و با موتور در خیابانها به تظاهر کنندگان حمله میکرد، به ضد انقلاب میکردن. میبینید، برای اینکه ثابت بکنه انقلابیه چی میگه همینان گیرون. خب من چی بگم دیگه به شما؟ از چه موضوعی تعریف کنم؟ حکومت اراذل و اوباش یعنی چی؟ که آمریکایی‌ها بعد از 23 سال اون موقع 22 سال به قول ما دوزاریشون افتاد، تازه گفتن حکومت لات سالار. ما که میدونستیم، شما نمیدونستیم. گفتگو میکنم همیانان گرامی با دکتر مصطفی دانش. خیلی جالبه تمام پیشگویی‌هایی که دکتر دانش به تصدیق شما حالا صحبت میکنیم در این برنامه های من در مورد این انقلابات عربی، بهار عربی در لیبی، در تونس، در مصر، در یمن، هر کدوم این کشورها انجام شد میگفت، در مورد پاکستان، در مورد افغانستان، همه داره به تحقق میپیونده. یه زمانی بود ما راجع به افغانستان صحبت میکردیم، همه میگفتن، خیلی از دوستان، آقا دموکراسی ببینی چه کرده در افغانستان، در عراق روزی 400 تا روزنامه در میاد، میگه بهتر از این دموکراسی میخواین؟ حالا
دسته های شکارچی درست شده. حالا دکتر دانش اشاره میکنم جوان ها رو میگیرن به جرم اینکه شما پیرن های اینطوری میپوشین، سرشون رو میبرن، سنگسارشون میکنن. در عراق، در افغانستان هم که میبینی چه خبری. آخرینش امروز سه تا سرباز ناتو رو یکی از این طالبانی ها لباس پوشید رفت با گلوله کشت. اون یکیش هم که دیدید یه سرباز آمریکایی رو 14 نفر کشید، 10 نفر کشید. دکتر دانش سلام. سلام آقای فریدی. خوب هستین؟ مرسی آقای فریدی. چه خبر سوریه دکتر دانش؟ آقای فریدی، درباره سوریه ما چندین بار صحبت کردیم. باید به این مطلب اشاره بکنیم. طبیعتا ما در سوریه با دو گروه وحشتناک روبرو هستیم. یکی رژیم بشار اسد که در واقع در کشتار مردم نقش اساسی داشته، بیش از 8000 نفر حد و مرزی نداره. 8000 نفر تا به حال طبق آمار سازمان ملل متحد در سوریه کشته شدن. ولی اون چیزی که کمتر گفته میشه و از اون جایی که فقط حمله و در واقع تمام دشمنی ها نسبت به رژیم بشار اسد، در واقع واقعیت های دیگه در تاریکی میمونه، اینه که شورشیان، کسانی که ادعا میکنن برای آزادی و دموکراسی مبارزه میکنن، دست به جنایات هولناکی دارن میزنن. و من امروز مقاله از اشپیگل میخوندم، این مجله معتبر آلمان، و مجله اشپیگل با افرادی در لبنان صحبت کرده، کسانی که در حمص، در شهر حمص نقش بسیار خطرناکی رو بازی میکنن، در واقع جلادینی که به لبنان رفتن و با اونا مصاحبه کرده. و اونها در این مصاحبه با مجله اشپیگل میگن که ما هر کسی رو که فکر بکنیم طرفدار رژیم بشار اسد، میگیریم و اعدام میکنیم، سرشون میبریم. از یه جوانی صحبت میکنه مجله اشپیگل به نام حسین، که حسین میگه که فقط دیوانه مثل من میتونه مخالفینش رو سر ببره. ببینید، آمدن در واقع دادگاه های انقلابی درست کردن در مناطقی رو که ادعا میکنن که آزاد کردن، و این دادگاه های انقلابی در رأسش در واقع اوباش قرار گرفتن به عنوان قاضی، و اینها تشکیلات منظمی به وجود آوردن. دادگاه انقلابی، در کنار دادگاه انقلابی ارگان های بازجویی که در واقع ارگان های شکنجه هستن، مردم رو دستگیر میکنن، میروباین، ازشون پول میگیرن و در واقع در دادگاه خودشون محکوم میکنن. و یک بریگاد جلادان وجود داره که حسین و امثال حسین ها در اون وجود دارن، و میگه بعد از اینکه دادگاه اینها رو محکوم میکنه، این محکومین رو دست ما میدن و ما اینا رو در خیابون ها و در قبرستان ها سر میبریم و زیر خاک میکنیم. و جالب در از همه اینه که خود اینها ادعا میکنن که ما تا به حال فقط در حمص، در منطقه بابا امر که منطقه به اصطلاح آزاد بوده، 150 نفر را تا حالا سر بریدیم. از کسانی که فکر میکردیم طرفدار رژیم بشار اسد هستند، 150 نفر را سر بریدیم. و خود اینها ادعا میکنن تا حالا 250 نفر را به عنوان خیانتکار به انقلاب تا حالا سر بریدیم. یعنی توجه بکنید، من خب پشت اینا کدوم دولت هست؟ خب ببینید، سلفی ها در واقع نقش اصلی بازی میکنن. ببینید، یعنی عربستان سعودی، عربستان سعودی و قطر نقش تعیین کننده رو دارن. ببینید، زمانی که در مصر انقلاب شد، وحشت عظیمی در عربستان سعودی به وجود آمد، تا جایی که ملک عبدالله شدیداً در یک صحبت تلفنی با آقای اوباما اعتراض کرد که شما حمایت نمی‌کنین از مبارک که مبارک بمونه. ولی بلافاصله ملک عبدالله و در واقع عربستان سعودی و وهابیون و قطر و این مستبدین به این فکر افتادن که در واقع جنبش های آزادی بخش رو منحرف بکنن، همونطوری که در عربستان در مصر انجام شد. یعنی با پول عربستان سعودی و مصر، در واقع همکنون ما با جنبش سرکار داریم که اخوان المسلمین اکثریت رو به دست آوردن، و با حزب النور، توجه بکنیم 24% آرای پارلمان حزب النور، یکی از رادیکال ترین نیروهای سلفی و اخوان المسلمین. دلیلش دکتر دانش این نیستش که فقر خیلی زیاد در مردم مصر، چون من یه گزارش میخوندم که این جوونا مبتکر این انقلاب بودن، جوونا که از راه فیسبوک و نمیدونم فلان اومدن تو میدون التحریر این کارا رو کردن اینا. بعد این عربستان با پول هنگفت و قطر با پول هنگفت اومدن شروع کردن رای خریدن و در این انتخابات هم تقلب کردن. کاملا ببینید، اینا پولای زیادی میدن به این تشکیلات و اینا در واقع به کسانی که در فقر مطلق هستن کمک میکنن، اخوان المسلمین و سلفی ها رای اینا رو میخرن. ولی سوال من چیز دیگری آقای فرجی، نقش غرب و آمریکا چیست؟ یعنی شما
این سیاست تعیین کننده، سیاستی که عربستان سعودی و قطر امروز در سوریه دارن تعیین کننده میشن، در واقع همون سلفی ها و القاعده و قدرت های بسیار مخربی رو به قدرت برسونن برای که خودشون حفظ کنن، برای که در واقع تمام جنبش های آزادی بخش یا جهان بهار عربی رو از بین ببرن. اینو در لیبی میبینیم، در لیبی در واقع نیروهایی رو به قدرت رسوندن قطر و عربستان سعودی که در واقع القاعده سابق بودن و امروز قدرت نظامی را در لیبی در دست دارن. شما اینو در تونس امروز میبینید، سلفی ها ببینید چه جنایتی رو میکنن. میدونید در تظاهراتی که امروز بوده سلفی ها در دانشگاه ها، من از آقای وارتان میخوام این فیلمو نشون بده در واقع چه جنایتی برای دانشجو دارن میکنن، ریختن و میزنن مردم ها، با شمشیر حمله میکنن با مردم سلفی ها، و اینا مورد حمایت کشورهای مثل قطر و عربستان سعودی، با پول عربستان سعودی و قطر این کار میکنن. و اینو امروز شما در سوریه میبینید، در واقع سیاست قطر و عربستان سعودی منحرف کردن تمام جنبش های بهار عربی بوده. من یک بار دیگه از آقای وارتان خواهش میکنم اگه این فیلمو نشون بدن، در واقع منحرف کردن درست مبارده. در مصر هم همین کار کردن، سر همین فیلم جدای نادر از سیمین اینا اومدن فیلمو در دانشگاه قاهره نشون بدن، سلفی‌ها اومدن تظاهرات شدید گفتن این فیلم تشویق و به اصطلاح تبلیغ تشیع در دانشگاه قاهره است، که من اتفاقا پریشب تو برنامه‌ام گفتم پریروز بود، گفتم که اینا اومدن اعتراض کردن دانشگاه که این چه رفتاریه، تو دانشگاه اجازه نمیدیم ما این فیلم‌ها رو ببینیم، دانشگاه محل یه عده آدم خردمند و باشعور و اینا، سلفی اومدن گفتم ما نمیذاریم و نذاشتن. کاملا درسته. اون چیزی که برای من سوال انگیزه، نذاشتن با پول عربستان سعودی و قطر، همین سیاست رو قطر و عربستان سعودی در لیبی بازی کردن. یعنی در زمانی که در واقع غرب بمبارون میکرد، ناتو بمبارون میکرد لیبی رو، در واقع نقش تعیین کننده رو قطر و عربستان سعودی بازی میکردن برای منحرف کردن جنبش آزادی بخش لیبی و بتونن اینو در واقع به دست نیروهای بدن که سلفی هستن. دوست دانش، میتونیم یه جور دیگه این موضوع رو راجع بهش صحبت بکنیم. ببینید، من اعتقاد دارم که همین حرفی که شما زدین، یعنی این جنبش های بهار عربی سبب وحشت یک کشوری که کاملا استبدادیه دیگه، مثل عربستان و قطر و امارات و وهابیون، وهابیت در اونجا حکومت میکنه. اینا اومدن در این حال که میدونن خب عربستان با وجودی که یک دولت دیکتاتوری و مستبد دینی بسیار خشنتر از جمهوری اسلامی هست، که شمشیر میره تو خیابون کله میزنه و گردن میزنه، طرفدار آمریکاست دیگه، یعنی منافع غرب رو تامین میکنه. خب اینا اومدن گفتن که آقا دشمن اصلی عربستان در شرایط فعلی ایرانه. خب اینا هم که طرفدار غرب، پس اجازه بدن آمریکایی‌ها که عربستان سعودی الان بیاد بازی رو از به اصطلاح ترس اینی که ممکنه کسایی بیان رو کار که بعدن نتونن آمریکایی‌ها و یا غربی‌ها کنترلش بکنن. بنابراین عربستان پولی که داره الان صرف سلفی‌ها می‌کنه و اخوان المسلمین می‌کنه در منطقه، قول داده که ما حکومت‌های مذهبی در اینجا می‌ذاریم و این قول می‌گیریم که اینا به غرب کاری نداشته باشن، ولی اونجا دشمنیشون با جمهوری اسلامی و شیعیان ادامه بدن. این موافقه. ببینید امروز جنگ بین شیعه و سنی بود. شیعه‌های سوریه چندین بیانیه صادر کردن که بیشتر کشتار از مسیحیان در حمص توسط نیروی دولتی نیست، توسط موشک یا خمپاره‌های دولتی نیست، بلکه خود نیروهای رادیکال 200 نفر از مسیحیان رو در حمص کشتن. شما می‌بینید وقتی که نشون میده فیلم رو، من بی بی سی رو دیدم، گزارش اسوسییتد پرس و رویترز رو دیدم، همش میگه الله اکبر الله اکبر، همینطور موقعی که تیراندازی میکنن طرف قوای دولتی. بله، من متاسفانه باید اینو مطرح بکنیم که نقش آمریکا و نقش ناتو در این جریان چیست؟ آیا اینا طرفدار آزادی و دموکراسی و حقوق بشر در این کشورها، یا اینکه در واقع تعیین کننده حکومت‌های دیکتاتوری هستند، استبدادی هستند، استبداد مذهبی مانند در عربستان سعودی؟ که مثلا 70 نفر اینها نمایندگان اخوان المسلمین و سلفی هستند، یعنی در واقع قدرت اونها در دست دارن، کسایی که قانون اساسی رو قانون اساسی رو باید تدوین بکنن با کمک نظامی، ولی در واقع اونها تدوین میکنن قانون اساسی رو. اونی که نظامیان چه نقشی در آینده بازی خواهند کرد مسئله دیگری، ولی اون چیزی که مسلم خواهد بود اینه که قوانین شریعت و قوانین قرآن نقش اساسی رو در قانون اساسی جدید خواهد داشت، و این سیاستی است که امروز اخوان المسلمین سلفی‌ها با کمک و حمایت، همیشه باید اینو گفت، با کمک و حمایت شدید عربستان سعودی و قطر انجام میدن و پولای عظیمی که عربستان سعودی و بنیادهای مذهبی عربستان سعودی به اونا کمک‌هایی که میکنن. دکتر دانشمند، چون فرصت نیست، فقط خواهش میکنم راجع به عراق، این جریانی که 90 نفر تا حالا
دیلی میل نوشته که کشتن و سنگسار کرد. این چیه جریان؟ هیچ باورتون نمیشد که زمانی که آمریکا به عراق حمله کرد و صحبت از آزادی و دموکراسی و سرایت آزادی دموکراسی در تمام منطقه خاورمیانه بود چنین اتفاقی بیفته. اکنون جوانانی که در واقع لباس تنگ میپوشن یا موسیقی غربی گوش میکنن یا راک گوش میکنن، در واقع اینا رو به عنوان کسانی که فاسدان شناخته میشه، تا وزارت داخله اینها رو به عنوان فاسد اعلام کرده و دیلی میل گزارش میده، گزارشش بر اساس تحقیقاتی با وزارت داخله افغانستان عراق که در 3 ماه گذشته 90 جوان دختر و پسر جوان در عراق سنگسار شدند. در واقع میلیشیای شیعه در اونجا نقش مهمی رو بازی میکنن، میلیشیایی که در پلیس بغداد نفوذ داره. لشکر البدر، لشکر البدری که سابقا در ایران تشکیل شده بود، یا لشکر مقتدی الاسد، لشکر المهدی در شهرک الاسد در بغداد، در واقع اینه لیست این جوان ها رو بیرون میدن و شبها به این جوان ها حمله میکنن و با بتون سر اینا رو میترکونن، منفجر میکنن. و گفته میشه دیلی میل اینو میگه از قول وزارت داخله عراق که بیش از 90 نفر 90 جوان در 3 ماه گذشته بدین ترتیب سنگسار شدن و به قتل رسیدن. این شرایطی است که امروز ما در عراق داریم، شرایطی که باید در عراقی که باید دموکراسی و آزادی پیش می آمد و مثل شعله تمام منطقه رو میگیره. خوشبختی ما این آقای فرجی که خوشبختانه مردم ایران این تجربه رو دارن که دیگه با این اهرم ها اجازه ندن، با این افراد که بخوان در آینده اگر رژیم و نظام جمهوری اسلامی سقوط بکنه یک چنین وضعی پیش بیاد. ولی دکتر دانش اطراف ما رو ببینید آخه چه خبره. متاسفانه یعنی ما در یه جهانی که بس که کوههای آتش فشان دور بر ما رو گرفته و ما در یه دشت غیر قابل دفاع هستیم دیگه. یعنی این مواد مذاب مرتب میاد تو ما، که خب اینا هم بیکار نشستن تو این مدت 32 سال دیگه، یه در آدما رو مخشوعی کردن که اینا بعدن باعث مزاحمت مردم ما میشن. کاملا درسته. ببینید هیچ موقع عربستان سعودی نسبت به مردم ایران چه ایران آزاد بشه و نظام جمهوری اسلامی بره، در آینده هم ما با عربستان سعودی مشکل خواهیم داشت. یک ایران آزاد مشکلات عظیمی رو برای عربستان سعودی و استبداد عربستان سعودی رو وجود خواهد آورد و اونا هیچ موقع خواهان یک ایران آزاد نخواهند بود. ولی ما مملکتون، ولی به ما به نیروی جوان مملکت من اعتقاد دارم. کاملا دانش ما وضعیتمون فرق میکنه با اون کشور دیگه و من امیدوارم همیهنان گرامی که این جریانات به زودی روشن بشه، واقعا ما بفهمیم در منطقه کی به کیه، چون این به ما هم ارتباط پیدا میکنه. این سیاستایی که غرب داره الان در منطقه بازی میکنه یه مقدار زیادیش هم مربوط به خود ما میشه و ما باید با هوشیاری نگیم آقا این حرفا رو نزنین، راجب آمریکایی اینو نگین، راجب غرب اینو نگین. من و دکتر دانش هر دومون حدود 40 سال و نمیدونم 39 سال ما تو آلمان زندگی کردیم، بنابراین به تمام این کارهای غربی مقدار زیادی آشنایی داریم دیگه. از اولش هم من اعتقاد داشتم که غرب اگه مسائل مربوط به اتم در جمهوری اسلامی حل و فصل بشه خیلی کم مسائل دیگه میپردازه. این اعتقاد دارم بهش و ما باید این هوشیاری داشته باشیم جلوی این کارا رو بگیریم. همینان گرام سپاسگزارم به برنامه من توجه کردید. تا برنامه فردا که در ساعت 11:30 بامداد به وقت لس آنجلس خواهد بود با شما خداحافظی می‌کنم. سپاسگزارم دکتر دانش. خدا نگهدار. تا برنامه فردا زنده باد آزادی پاینده ایران.